صدا میاد؟ بله یا نه؟ درود به شما. من نمیخوام یکی از شعرامو بخونم، میخوام حرف بزنم. به این بهانه اصلا اومدم بالا، گول خوردید. من شماها همه رو کیفم بذارم پایین، چگوارا رو میخوام نشون بدم، بد میشه. من در جمع شما نه تعارف میکنم، نه میخوام مبالغه کنم، اصلا از یک آدم افسرده و غمگین رو به خودکشی تبدیل میشم به یه آدمی که انگار که مثلا 100 تا ودکا رو خوردم، چه میدونم، به حال خوبی، حالم خوب میشه. 2 سالم نمی آمدم، نمیخواستم میکروفون رو بگیرم. به نظرم میکروفون به دلیل اینکه شده برای آدم ها، برای خودشون باد بزنن، مقام بگیرن، نمیخواستم دیگه بیام. دوستان متعددی زنگ زدن به من، از جمله عباس سماکار، و به من گفتن خجالت بکش. منم خجالت کشیدم و آمدم. به هر حال من میخوام یه بحثی رو باز کنم در میان شما که رفقای من هستید، و اون بحث اینه که من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که همه ما، حتی اپوزیسیون، بدونی که خودش بخواد بخشی از رژیم رو طلب میکنه. اصلاح طلبم نیست، کمونیسته. چرا طلب میکنه؟ به این دلایل که الان در دست منه، به دلیل استقبال از اپوزیسیون قلابی که رژیم درست کرد. در برلین دیدید قلابی بود، نیمی در توهم، نیمی تن دادن، نیمی مخالفت کردن، و کم کم همه نرم شدند. من میخوام یک اطلاعیه رو براتون بخونم. بسم تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی، با دلی سوخته و قلبی آکنده از اندوه، در ارتحال جانسوز رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، با تقدیم 10 سرود سوگ در هفته اول سوگواری به ملت ایران که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، به این وسیله هنرمندان موسیقی، اهم از آهنگساز، نوازنده، خواننده، به عنوان بخشی از جامعه هنری کشور، این زایه بزرگ را به تمامی مسلمانان جهان، ملت مبارز ایران، فرزند برومند حضرت امام جناب آقای حاج سید احمد خمینی و جناب عالی که همواره یاور و پشتیبان هنرمندان بوده اید، تسلیت میگوییم. و در پاسخ به نخستین پیام جناب عالی، ضمن بیعت با مقام رهبری، صمیمانه کوشش خواهیم کرد تا با ارشاد و یاری حضرت عالی، پاسدار دستاوردهای هنری انقلاب اسلامی ملت ایران باشیم. اسمای دیگری که درش هستند رو من نمیخونم. اسمایی که در میان ما جا دارن، راه دارند، هر روز یه خط عوض میکنن، باز ما شال و کروات میکنیم. دلمون برای گذشته، من نمیدونم چه هویتی بود، چه تشخص و احترامی بود که میسوزه، و بلیطای کنسرت اینا رو میخریم و راه میفتیم و میریم. اسمی که اینجا مورد اشاره به خیلی ها هستن، هوشنگ کامکار، فراد فخرالدینی، مجید انتظامی، شهرام ناظری، احمد عبادی، جواد معروفی هستن. به هر حال اسم مهم در اینجا برای من محمد رضا استاد، گرانمایه محمد رضا شجریانه. شما همه تن میدید به نیمی، نمیخواد. شما یادتونه که 50 سال پیش چه کسی دستش رو بوسید؟ اصلا نبوسید طرف، آدم کاخش رو داشت رد میزد، سوت میزد. شما یادتونه هنوز؟ چطور اینو یادتون نیست؟ الان طرف میاد و میگه من نمیخوام صدای من پخش بشه. اپوزیسیون، رادیو تلویزیون مجاهدین، چپ راست،
این سیندروم استوکهلم که این دوست ما اشاره کرد بهش در پایان نامه تحصیلیش درسته. تمام اینا میدونن که میتونن بیان همین چیزها رو بنویسن، ماله بکشن. یک پادوی کنسرت گذار شجریان اومده در کمال وقاحت در رادیو میگه که اولا بلیط تمام شد، بی خود زنگ نزنین. کنسرت شجریان یک عملکرد سیاسی است برای آزادی بیان. برای آزادی بیان احتیاجی نداریم که فریادهای سیاسی بزنیم. ما میتوانیم عملکردهایی بکنیم با کوشش ارکستر سمفونیک و این پیروزی بزرگی است برای دموکراسی ایران. این پروژه آقای شجریان تو رو اروپا داشتن، ما این افتخار رو پیدا کردیم که سالون پیدا کنیم و اینا رو بیاریم. گران نیست ولی ما بلیط نداریم. کی میره این کنسرت ها رو؟ برای چی ما اینجا میشینیم تو سالون هایی که نفسمون میگیره؟ چرا دو تا اخلاق، دو تا چهره، دو تا چیز داریم؟ آقای شجریان چی میگه؟ ها ها ها، اصلا همه